آزمون کلدال برای اندازه‌گیری مقدار پروتئین ها دارای سه مرحله است که در ادامه به این مراحل اشاره می‌کنیم. مرحله اول دایجستشن یا هضم است. توی این مرحله ماده غذایی رو روی کاغذ توسط ترازو توزیع می‌کنیم و می‌تونیم به همراه همون کاغذ داخل بالون کلدال بندازیمش. از اونجا که کاغذ فاقد هر نوع ترکیب پروتئینی هست، لذا نمیتونه خطا ایجاد بکنه، بنابراین میتونیم به همراه کاغذ هضم رو انجام بدیم. بعد از اون حجم مناسبی از اسید سولفوریک غلیظ رو با احتیاط به بالون اضافه میکنیم. این حجم مطابق پروتکلی است که تعریف میشه. برای تسریع در انجام واکنش هضم کاتالیست هم به بالون اضافه میشه، مخلوطی از سلنیوم، سولفات جیوه و سولفات مس هست کاتالیزورمون، که میتونه به صورت پودرهای مجزایی توسط ترازو توزیع بشن و به بالون اضافه بشن، یا از کاتالیست های آماده ای که به صورت قرص هستن، همونطور که در تصویر پایینی ملاحظه میکنید، میشه در هر بالون یک یا دو عدد از این قرص ها رو به عنوان کاتالیزور اضافه کرد. برای افزایش نقطه جوش اسید سولفوریک که در حالت عادی در حدود 340 درجه سانتیگراده، سولفات سدیم یا سولفات پتاسیم هم به بالون اضافه میشه. بالون حاوی نمونه اسید در این حالت آماده حرارت دادن روی شعله یا هیتر به مدت دست کم 2 ساعت عملیات هضم طول میکشه. آنچه که در مرحله هضم اتفاق میفته اکسیداسیون هیدروکربن هاست، همونطور که قبلا گفته شد، و تبدیل نیتروژن عالی موجود در ساختار پروتئین ها به سولفات آمونیوم، که این فرایند در حرارت های بالا یعنی در 350 تا 410 درجه سانتیگراد در مجاورت اسید سولفوریک رخ میده. بنابراین هدف از انجام مرحله هضم تبدیل نیتروژن غذا به سولفات آمونیوم هست. هنگام حرارت دادن نمونه که در واحدهای هضم تک واحدی، دو واحدی یا چند واحدی ممکنه انجام بشه، آنچه مهمه اینه که بخارات حاصل از نمونه در حال حرارت دیدن به فضای محیط وارد نشه. در حقیقت سر بالون ها متصل میشن به یک محفظه شیشه‌ای که در واقع جمع کننده و کالکتور اون بخاراتیه که از بالون متصاعد میشه، و این بخش متصل به یک جریان آب هست. این بخش که بهش فیوم ریسیور هم گفته میشه میتونه بخارات رو دریافت بکنه و توسط جریان آب از سیستم خارج بکنه و به شیوه امن اونها رو در واقع از محیط دفع بکنه. در ابتدا به دلیل آزاد شدن کربن مواد عالی نمونه غذایی و حرارتی که به محلول اسیدی داده میشه، رنگ محتوای بالون سیاه میشه. به تدریج در دمای بالا کربن ها ضمن اکسید شدن به CO و CO2 تبدیل میشن و از ظرف خارج میشن. آنچه که باقی میمونه املاح معدنی از جمله نیتروژن خواهند. در پایان مرحله هضم یک محلول زلال و شفاف سبز متمایل به آبی خواهیم داشت.
که با مشاهده اون متوجه میشیم که مرحله دایجستشن به انجام رسیده. در ادامه برای اینکه متوجه بشیم مرحله هضم کلدال به چه صورت هست در یک سیستم دستی و منوال، یک نمونه پودری توسط اپراتور توزیین میشه در یک ظرف داخل بالون ریخته میشه. البته اینجا نمونه به گونه ای هست که روی یک ظرف با شکل مشخص توزیین و بدون ظرف توزیین داخل بالون ریخته میشه. یک موقعی ما نمونه ای مثل گوشت داریم که بخشی از اون ممکنه به کاغذ بچسبه، میتونیم با هم کاغذ مچاله بکنیم و داخل بالون قرارش بدیم. ملاحظه خواهید کرد که این آزمایشگر دستکش مقاوم به اسید میپوشه. کار با اسید سولفوریک خطرناک هست و میتونه آسیب‌های جدی به پوست وارد بکنه. نمونه رو توزیین میکنه، داخل بالون میریزه. دمایی که برای هضم عنوان میشه در حدود 200 تا 300 درجه سانتیگراده که بهتره دماهای بالای 300 درجه مورد استفاده قرار بگیره. و در رابطه با بخش فیوم ریسیور که گفتیم میتونه بخارات رو جمع‌آوری بکنه، در انتهای ویدیو به اختصار توضیح داده میشه. First of all, we need to digest the sample by concentrated sulfuric acid in the presence of the catalyst and heat. Wear protective gloves and mask. Use acid-proof gloves where necessary. Gather everything you need to prepare the sample before go for the digestion. Weigh 2 gram of homogenized portion of sample in a weighing boat. Label the gel dolls flask with sample number or sample ID. Add the weighted sample into the pre-labeled gel dolls flask. Again, weigh 2 grams of catalyst. Add the catalyst to the same flask that contains the sample.
Now we have to add 20 milliliters of concentrated sulfuric acid. Shake slowly to mix the sample with the added sulfuric acid and catalyst. Now sample is ready to digest. Finally place the sample containing flask on the digester unit. Turn on the digester and heat the flask at 200 to 300 degrees Celsius. If you use a manual digester, don't forget to turn on the water circulation pump of fume receiving unit. Run the digester for 2 hours. After finishing the digestion, we will get a clear and green color digested juice of the sample, which will be used in the distillation step of this method.